بودش و خسته نباشتم. دوست داشتم که تو هم اون پوینت ها رو میدیدی. دوست داشتم که من بیشتر... گفتم چه پوینت هایی دیدم. نه پوینت اصلا تو متوجه نشدی که تصادف وجود داشته، درسته که ما خیلی من متوجه شدم. من اصلا از اون قسمت اولش یه خورده ناراحت هستم، حقیقت شخصت بگم. قسمت اول ویدیو یه خورده اونجا تنها جایی به نظر من ضعف بازی بزرگی تو اون قسمت داشته، سعی کردم نتونستم. ولی اونجا اتفاقا چرا دیگه بابا بردن و پشت پنجره ماشین میخوای تصویرارم، با اینکه یه بار دیدم ولی حفظم شد. روزنامه کارم اینه، روزنامه رو دیدم، روزنامه نوشته بود. آره روزنامه رو دیدم که باز کرد از این برم گرفته بود، یه اوورد شده همه اون شات های بیشتر از یه بار دیدم. نه یه بار دیدم، من تصویرها رو کپچر میکنم تو مغزم. و خب کارم اینه دیگه، یه سری اینجا نشسته بودن توی حال دیگه بودن، مثل آقای لواسانی و خانم آسیتا که با من در اون برنامه بودن، توی دنیای دیگه بودن، من داشتم تصویرها رو کپچر میکردم، ازشون عکس میگرفتم. کپچر میکردی؟ برای دیگه کارم اینه دیگه، بالاخره هر کسی یه کاری میکنه. تو ذهن من اونجوریه، مثل ساز میمونه که شما میزه. من با آقای روحانی شرط دادم، روحانی چیز میکردم، دوستان داشتن با این دستگاه صدا صحبت میکردن، توش یه صدای جیری هم میومد وقتی میزدن. بعد آقای شوهرداد رانی گفت این نوت جیه دارن میزنن. من به نوت جیش کار نداشتم، من به گوش خراشیش کار داشتم که داشت گوش من آزار میداد و میخواستم زودتر حرفش رو اتاق فرمان بزنه که دیگه اینا نشتفم. درسته. حالا در رابطه با این ویدیو میخواستم از چند نفر که خیلی زحمت کشیدن تشکر بکنم. هانی ملک، بله خیلی ممنون، پرودوسر این کار بود و خیلی زحمت کشید. کار برای کس آدمایی که یه ذره کم تجربه هستن کار معمولا بیشتر وقت میگیره، برای ما خیلی وقت گرفت این کار. از کوجی عزیزم که واقعا باعث افتخار من، در کنار کوجی وای میستم، در کنارش کار میکنم، خیلی چیز ازش یاد میگیرم. و خودت هم تو برنامه گفتی که چقدر تصاویر میتونه گویا باشه. و چقدر از رویا کمالی عزیز که نقش خودش رو بسیار عالی بازی کرد و خیلی کامپلیمنت میگیرم در رابطه با رویا، که همه میگن چقدر اکتینگش عالی بوده و چقدر خود مادر با من چندین بار صحبت کرد بعد از اون و گفت از طرف من تشکر بکنه از رویا، که همه میگن چقدر حس تو رو خوب چیز کرد رویا، بخاطر اینکه خب خودش خیلی با این مسئله رابطه برقرار کرده بود. و بعد از بابک کوچولو که در نقش اشکان بود، این پسر اینقدر ما رو خندوند و اینقدر دوستش داشتیم همه، بس پدر مادرش به خاطر اینکه هر پدر مادری علیرضا جان اصلا قبول نمی کردن که بچه‌شون رو بذارن توی همچین میوزیک ویدیویی که تصور حتی باید. تصورش باشه که امکان داره که مثلا نوشته بشه عکس بچه ما تو عکس بچه‌شون تو روزنامه بود که در حادثه تصادف کرد. اصلا هر پدر مادری با خیلی ما صحبت کردیم در رابطه بچه‌هاشون استفاده کنیم تا فهمیدن جریان چیه، گفتن نه امکان نداره ما بچه‌مون رو بذاریم تو، یعنی کشته شده آقا فیلمه. و اینو بگم به اون پدر مادر که این فیلمه و شاید بتونه حتی کمکم بکنه به جامعه، شاید بتونه کمک بکنه. شاید اون راننده‌ای که میخواد 220 کیلومتر سرعت بره، شاید با دیدن این فیلم و دیدن اون اتفاقی که برای اون مادر افتاده دوبار فکر بکنه، یه بار دیگه هم فکر بکنه بگه آیا من باید 220 کیلومتر سرعت برم. این راننده که این کار رو کرده و خودش هم کشته شده متاسفانه در این حادثه، افتخارش این بوده که 5 بار ماشینش چپ کرده و هیچ اتفاقی براش نیفتاده. ما با یه همچین مردمی روبرو هستیم و من فکر میکنم که این کار امیدوارم یه تأثیر کوچولو بتونه بذاره روی همچین آدم. خب بریم سراغ کارهای دیگه تون و ببینیم که این روزها آهنگای جدید رو ضبط کردید دیگه حتما. بله چند تا کار؟ الان چند تا شده؟ نه تا کار در کل داریم. سوالات که تو یوتیوب نیستش. نه هرچی که روی یوتیوب باشه تکرار نمیشه. مایسپیس کار نیستی مری روزه. برو بریم پس. ما خیلی آهنگ داشتیم بیشت. آهنگ زیاد، خیلی زیاد ضبط کردیم. بچه ها از من وسواسی تر، من از بچه ها وسواسی تر و خیلی آهنگ ضبط کردیم، خیلی کار کردیم. فکر میکردیم آلبوم یه سال پیش میاد بیرون، قرار بود که آلبوم با کانسرتو بیاد بیرون یک سال پیش. به خاطر وسواسی که داشتیم هی دوباره یه سری چیزای رو برداشتیم، یه سری چیزای رو اضافه کردیم و امروز تقریبا آلبوم داره تمام میشه. یعنی اگر ما دو ماه دیگه، من فکر میکنم یک ماه دو ماه دیگه روی این آلبوم کار بکنیم، من فکر میکنم کارمون تمومه. امیدوارم قول الکی دیگه نمیخوایم بدیم، ما قول الکی تو رو زیاد داریم، دیگه نمیخوایم قول بدیم
ولی به زودی تموم میشه. به زودی به خیلی. چند تا آهنگ؟ 9 تا. می‌خواستیم همون مثلا یه آهنگ یه آلبوم مثل 20 دوره نیاد بیرون که این اون استایل اون با من اون مثل فدای سرت اون. یعنی من اگه نباشم فکر کنم نزدیک‌ترین آهنگی که به آلبوم 20 دو سه تا از آهنگا شباهت دارن به استایل استایلیستیکلی به آلبوم قبل رپ دارن. بقیه آهنگا هیچ رپی ندارن. 6 تا از آهنگا اصلا هیچ رپی ندارن. شما دو تا اصلا خسته نشدید؟ نه فکر داداش همه نه از منم سوال بکن از نه از راه همش چیزای منفی میگه این منفی خود نمیخوای بن منفی از این همه تو صد دیگه چرا دیگه هندونه ها رو باید یه اندازه بدم به تو که بتونی ببری بیرون نه خواهش من نه کارت من یه کامنت میخوام بدم میبخشید این دوتا منو متحیر میکنن اینقدری که هومن به فکر کامرانه دو برابرش کامران به فکر هومنه و بعد دو برابر بازوره. یعنی اصلا من متعجب میشم. من خودم برادر دارم. ما با هم یه خیلی اشکال داریم. من و برادرم با هم یه خیلی اختلاف داریم. اختلاف سلیقه خیلی زیاده. این دوتا خیلی زیاد. منم یه برادر داشتم. شاید همین اتفاق بیفته. ولی این دوتا اینقدر زیر میزی هوای همدیگر رو دارن که اصلا من متحیرم. یعنی واقعا سوال اینجاست که بالاخره یه سری مسائله که آدم حس میکنه میگه خب اینا این کارا دارن میکنن یا این مسائل هستش خسته نمیشن از هم دیگه همش با هم دیگه. بعد ببین مال آمریکایی شما مثلا وقتی که جاستین تیمبرلیک رو نگاه میکنید یا وقتی که خواننده‌های مختلف آمریکایی نگاه میکنید یه تور انجام میدن بعد اون توره تموم میشه بعد یه دنیای دیگه از یه 3 سال میخوابه 4 سال میخوابه. مال شما همون برنامه همون روتین بارها و بارها و بارها و بعد آیا شما دو نفر با هم دیگه این کارها خستتو میکنه نمیکنتتون؟ بالاخره هر کسی یه موقع میگه آقا من برم یه نفس راحتی حالا بکشم. بله من اولش تو بهتون میگم شخصا ما هر موقع تورمون تمام میشه فوری میگیم برگشتیم چیکار کنیم مثلا با هم بریم کجا. در باره روتین که همیشه سعی میکنیم کارامونو به یه نحوه دیگه اگه آلبومی باشه آهنگی باشه ویدیویی باشه حتی اشعاری که امروز میکنیم روی صحنه میخوایم کاری که انجام بدیم تا یه حدی بالاخره دوستان تو ویدیو یک اتفاقی میبینن افتاده ما میخوایم تا وقتی که اون آهنگو میخونیم دوست داریم اون اتفاقو تا نزدیک به اون انجام بدیم. روتینامون رو دوست داریم عوض کنیم که میکنیم و من فکر کنم اگه یه چیز میتونم اضافه بکنم از دست گوشی رو نقطه‌ای که خیلی جالبه ولی کامران هومن فکر کنم یکی از معدود خواننده هایی هستن که بیشترین افورت رو کنسرتاشون میذارن که یعنی با بودجه های خیلی کمی که مطمئن هستن. ولی خب باز من دارم درباره خودشون دو تا سوال میکنم که چه حالی میشن چه موقعی ازش. خب حالا ما بریم نزدیکترین انسان ها با هم دیگه هم بالاخره دوستان یه تنفسی با از هم دیگه داشته باشه. از نظر چیزی میگین شما بین رابطه برادری میگین این حالا این در خب بالاخره وقتی شما با هم دیگه از وقتی رو صحنه هستید این رابطه برادری نیست دیگه. چرا هنوز هم هست ولی شما بهترین اجراتون رو انجام میدید بعد دی اند نایت صبح تا شب هم دیگه رو میبینید. خب خدا رو شکر من یعنی نه تو سر من اومده نه تو سر وقتی آره ولی من همیشه هر ثانیه که اینجوری نچسبیدیم ولی هیچ وقت مثلا صحنه میریم هنوز برادر اون ریلیشنشیپ برادری داریم. کسی تو زندگیتون هست الان؟ به دختری تو زندگیتون هست؟ اگه ما میپرسیم دوست دختر دارم؟ راستی دارم من دارم خیلی من دارم بله. داری شما چی؟ من هم نمیدونم هنوز فکر نکنم در بارش خوش رو یادم انداختی ولی اینا فکر کنم در بارش اینجا هم خواهی با سیاست در بارش هم بذاری ولی واقعا میگم من هم همه میدونیم که تو عاشق هستی امروز؟ من عاشق خیلی چیز هستم. نه عاشق کسی هستی؟ عاشق کسی؟ خیلی اشخاص هستن. داداشم عاشقشم مامانم میدونم دلی چی بوده داره تو حالی اگه عاشق شدن نمیشی اگه من مصاحبه لرکینگ رو با احمدی نژاد دیدم اون این دفعه خیلی راحت تر جواب داد تا امروز که تو داری به من جواب دادی. نمیخوام برم جایی که نباید برم. آخه لرکینگ لرکینگ بود. لرکینگ مثل تو نیست. من احمدی نژاد مثل این نیست. یه همون کسی بین ما هست. من سیاست دادن نیستم. نه موهای تو بلد ولی اصلا نه سیاست بلدن من چیزی متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم ولی هر چی که تو دلم بوده یاد داداش اما همیشه باشیم رو میز خانم آقای اون این آهنگا بود. من نمیخوام شما چیزی بزنید رو میز. من نظر از شما یه سوال کردم که تو زندگی عشق هست یا عشق ان شاءالله که باشه مگر نمیشه به شخص دیگری به شخص دیگری که البته ان شاءالله که بیاد و باشه و
بشه و شما اولین نفری که بهتون بگم. اوکی مرسی. پشت سر، پشت دور. پشت دور. اوکی مرسی.